شالوم، یعنی صلح و سلامتی خدای زنده و عقی اشو مسیح خدمت نصار همه شما ایزان باد. امیدوار هستم همتان خوب و خوش و سعادتمند و سلامت باشین، سر حال باشین. ما عبید هستم و امروز افتخار ازیر دارم که بازم با یک درس جدید، یک صنف جدید در خدمت شما ایزان قرار دارم. ما درس های الهیات مسیح را با هم میخوانیم. امروز رسیدیم به درس 65. خدا را شکر که 64 درس را ما به پایان رساندیم و امروز فرصت از ایره داریم که در 65 را بازم درباره موضوع گناهشناسی که بخش ششم از این مضمون ما است، یعنی شش صنف، پنج صنف تا به حال درباره از این مضمون خوانده و این صنف ششمش است، با هم یک جا ما شما مورد مطالعه قرار میدیم. قبل از هر چیز دیگه میایم دعا میکنم و از خداوند میخواهیم که مرا برکت بده تا بتانم کلامش را به شکل درستش، تعلیم کلامش را به شما برسانم و شما را هم برکت بده تا بتانین با کمک روح پاک خداوند موضوع را کاملا درک بکنین، بگیرین تعلیمی که داده میشه او را بتانین جذب بکنین تا در آینده بر دیگران شما تعلیم بتین و همچنان از او در زندگی روزمره خود استفاده بکنید تا زندگی ما روز بیشتر مثل مسیح شه و ایمان ما نسبت به خدا بیشتر و زیادتر شه و خدا را یعنی بهتر و خوبتر بشناسیم، چرا که مسیحیت یعنی خدا شناسی و هر روز ما در حال خدا شناختن هستیم، یعنی خدا را بیشتر و خوبتر میشناسیم. آمین. خدا را شکرگزار هستیم به خاطر از فرصت. دعا میکنیم خداوند پدر آسمانی، شکرگزارت به خاطر همه برکات و نعماتت، به خاطر برکت عظیمی که آید حال ما کردی تا می توانیم خداوند گرد هم جمع شده و درس های از الهیات مسیحی، یعنی درس های درباره شناخت تو را خداوند مورد مطالعه قرار بدیم. خداوند صنف امروز ما را که بخش ششم مضمون گناه شناسی است و بیشتر درباره گناه صحبت میکنیم، چیزی که انسان را از تو جدا میکنه، او دیواری که در بین ما و تو قرار گرفته، ولی تو را واسطه فرستادن مسیح برای صلیب و قربان شدنش برای صلیب خداوند برداشت. اگر انسان خواسته باشه گناهش بخشیده میشه به شرط که ایمان بیاره و توبه بکنه. خداوند درباره موضوع ما میخوانیم، پس مرا برکت بده تا بتانم با شکل درستش کلامت را به تفسیر بگیرم. برادرها و خواهرها را برکت بده تا اونا هم بتانن درسایی که داده میشه او را درست جذب کنن، درک بکنن. در نام پاک و قدوس تو که خداوند و نجات دهنده ماستی یشو مسیح دعا را کردم، آمین. آمین. برادرها و خواهر عزیز، درس 65 بخش ششم موضوع گناه شناسی است و میریم به طرف سلایدی که در هفته یا در درس گذشته خوانده بودیم که درباره گناه عمدی و فردی و واقعی در زندگی انسان و ای که آیا گناه کوچک و بزرگ وجود دارد، درباره از این ما خوانده بودیم که بخش 4 از بود. خب آیا گناه کوچک و بزرگ وجود داره؟ ما در درس گذشته گفتیم که دو گناه کوچک و بزرگ وجود نداره، ولی گناه از نظر امون نیت شخص گناهکار و از نظر از اینکه به شکل قصدی صورت میگیره و به شکل تکراری صورت میگیره و حس توبه در او شخص وجود نداره، میتونه جدی و جدیتر باشه. پس از لحاظ جدیت گناه بله، ولی از نگاهی که یک گناه کوچک است همیشه و گناه دیگه بزرگ است، یک لیست از گناهان کوچک و بزرگ گفتیم ما شما نداریم. آمین. میریم به طرف درس امروز با یک مضمون و یا موضوع جدید که ما دو نوع طبیعت داریم. هر انسان دارای دو نوع طبیعت در داخلش هست. البته کلمه که استفاده شده کلمه طبیعت در کتاب مقدس استفاده شده، ما دارای دو نوع طبیعت هستیم. یک طبیعت کهنه و گناهکار ما و یک طبیعت جدید روحانی ما. البته که ربط داره با گناه. خب طبیعت کهنه و گناهکار ما معلوم دار است که با گناه خیلی روابط خوب داره و همیشه تشویق میکنه تا گناهان در زندگی ما دیده شود و دست به همچه گناهان میزنه. طبیعت نو و جدید روحانی ما که تولد تازه دوباره روحانی پیدا کردیم، در صدد ازی است که روز به مثل مسیح شو، یعنی قدوس و قدوستر شود، تا ای که وقتی مسیح برمیگرده ما بدنهای جدید میگیریم، ما کاملا کامل شویم. ولی تا وقت طبیعت نو جدید ما در روی راستا کوشش میکنه تا روز شبیه مسیح شود. خب دو نوع طبیعتی که در انسان وجود داره و خواص از اینا چیست؟ اول درباره طبیعت کهنه و گناهالود انسان میخوانیم. خب
طبیعت گناه گناهالود چی است و چی وقت باوجود آمد؟ وقتی آدم گناه کرد، گناه وارد دنیا شد. از آن روز به بعد همه بشر دارای طبیعت گناهالود هستند. بسیار کوتاه. اگر میخواین درباره طبیعت گناهالود بفهمین، وقتی که بشر گناه آدم گناه میکنه، یعنی منظورم از حوا و آدم انسان گناه می، وقتی آدم میگی منظور تمو انسان است، گناه میکنه، گناه وارد دنیا میشه. گناه وارد دنیا میشه و چون بیشتر جا آدم را چرا استفاده میکنن، چرا که آدم سرپرست خانواده بود و آدم مسئول از این بود که باید با هوا یک جا کار بکنه و مواظب و مراقب هوا هم باشه. پس وقتی آدم گناه کرد، گناه وارد دنیا شد و بعد از همه ما گناهکار وارد دنیا میشیم، یعنی محکوم به گناه وارد دنیا میشیم، گناه را به ارث بردیم و طبیعت گناهالود هم داریم. و این طبیعت گناهالود در درون ما است که باز کوشش میکنه و ریشه گناه که در ماست که ارث به ارث بردیم از آدم او میوه بکنه، یعنی گناه در زندگی ما صورت بگیره، گناهی را که ما به ارث بردیم. خب اگر رومیان فصل 5 را ما باز بکنیم، البته کلام خدا را باز میکنم، بعد از او باز بر روی اسکرین میارم تا شما هم ببینید. اگر ما از رومیان فصل 5 در عهد جدید بخوانیم، رومیان فصل 5 و آیه 12 را باز میکنم شما ببینید، بعد از آیه 19 را اوکی آیه 12 را باز میکنیم میبینیم در اینجا میگه، خب میگه که وقت آدم گناه کرد، وقتی آدم گناه کرد، گناه او تمام نسل بشر را آلوده ساخت و باعث شیوع مرگ در سراسر جهان شد. در نتیجه همه چیز دچار فرسودگی و تباهی گشت، چون انسان ها همه گناه کردند. آمین. در اینجا ما شما میبینیم که وقتی که آدم میگه گناه میکنه، گناه وارد نسل بشر میشه. دیگه هر کسی که در دنیا میاد، گناه را ارث برده از آدم و حوا و طبیعت گناهالود هم در انسان وجود داره. آدم باعث شد که دهی زیاد گناهکار شوند، اما مسیح باعث شد خدا بسیار را بیگناه به حساب آورد، زیرا از خدا اطاعت کرد و بر روی صلیب کشته شد. آمین. پس خیلی واضح است در اینجا که در اثر گناهی که آدم انجام داده، گناه وارد دنیا شده، نسل بشر گناه را به ارث برده و امروز هم ما گناهکار هستیم و طبیعت گناهالود در ما وجود داره. کلام خدا این حقایق را به اثبات میرساند که رب داره به طبیعت کهنه و گناهالود ما. انسان دارای طبیعت گناه آلود است. یکی، انسان دارای فکر تاریک است، یعنی نمیتون درباره روشنی که حقیقت است فکر بکنه. انسان در قلب خود دارای نیات بد است. اولی که ما طبیعت گناهالود را به ارث بردیم و طبیعت روان ما را تحت تاثیر خود قرار داده تا نتانی خوب ما پلان گذاری بکنیم، نیات ما بد است و انسان در قلب خودم دارای نیات بد است که بازور عملی میکنه. بریم از رومیان فصل 7 میخوانیم آیه 21 تا 24. من قسمت کلام را آماده میکنم و بعد از میارم برای سکرین تا شما هم ببینین. رومیان فصل 7 آیه 21، اگر کتاب مقدس در دسترس دارین میشه که یا را باز بکنیم. خب آیه 21 آماده هست، برای سکرین میارم. میگه به نظر میرسد که در زندگی این یک واقعیت است که هرگاه میخواهیم کار نیک انجام دهیم، به اختیار کار بعد از ما سر میزند. البته طبیعت تازه مایل است خواست خدا را انجام دهد، اما چیزی در عمق وجودم در طبیعت نفسانی من است که با فکرم در جنگ و جدال میباشد و در این مبارزه پیروز میشود و مرا برده گناه میسازد. گناهی که هنوز در درون من وجود دارد، در فکرم اراده میکنم خدمتگزار از جان گذشته خدا باشم، اما میبینم که هنوز اسیر گناه هستم. پس میبینید من در چه حال زاری هستم. طبیعت جدید من به من امر میکند که اعمالم پاک و خوب باشد، اما طبیعت کهنه که هنوز در من است به سوی گناه کشیده میشود. وای که در چه تنگنای وحشتناکی گرفتار شدم. چه کسی میتواند مرا از چنگ این طبیعت مرگبار آزاد کند؟ خدا را شکر این کار را خداوند یشوع مسیح انجام میدهد. خب پس ما دارای طبیعت گناهالود هستیم، طبیعت کهنه که ای در کتاب مقدس ثابت شده. خدا را شکرگزار هستیم که مسیح مبارزه میکنه با طبیعت کهنه ما. انسان دارای فکر تاریک است، افسسیان 4. ما افسسیان 4 را آماده میکنم، بعد از او باز ما شما برای اسکرین رو میخوانیم.
افسسیان فصل 4 آیه 17. اوکی، آماده است؟ با هم میخوانیم. بنابراین از جانب خداوند به شما میگویم که دیگر مانند کسانی که هنوز نجات نیافتند زندگی نکنید، چون ایشان کور و گمراستند و دل سنگشان پر از ظلمت است. ایشان از حیات خدا دورند، زیرا فکر دل خود را برای خدا بستند، در نتیجه نمیتوانند راه های خدا را تشخیص دهند. آمین. پس میبینیم که ما پر از ظلمت هستیم و در تاریکی در ما وجود دارد، یعنی انسان دارای فکر تاریک است. یا هم در کتاب مقدس ثابت شده نمیتونیم خوب فکر بکنیم. اگر انسان میتونست خوب فکر بکنه، امروز دنیا به این وحشت و دهشت و با این همه گناهان شرم‌آور و جنگ هایی که در دنیا صورت گرفته و تمام مسائلی که امروز ما میبینیم، چال و فریب و غیره و غیره، روبرو نمیشد. ولی حقیقت همیز فکر ما تاریک است. خب بعضی وقتا فکر ما میتونه فکرهای خوبی هم داشته باشه، ولی وقتی به حالت دنیا نگاه میکنیم میبینیم تاریکی فکر انسان روشن است، قسمی که در کلام خدا روشن بوده. انسان در قلب خود دارای نیت بد است. ببینید که ما دارای نیت بد هستیم. میانه در مرقس فصل 7 آیه 20 ما آماده میسازم، بعد از این میبینیم ما شما میایم با هم میخوانیم. اگر شما کتاب مقدس در دسترس دارین، مرقس فصل 7 را باز بکنید. و در مرقس فصل 7 آیه 20 ما چنین میخوانیم که سپس افزود آنچه انسان را نجس میسازد، افکاری است که از وجود او تراوش میکند. چون از وجود و قلب انسان است که فکرهای نادرست بیرون میآیند و منجر به اعمال میشوند، اعمال نظیر دزدی، آدم کشی، زناکاری، طمع به مال دیگران، شرارت، فریب و تقلب، شهوت، حسادت، بدگویی و غیبت، خودپسندی و هر گونه حماقت دیگر. تمام این چیزهای شرم‌آور از وجود و قلب انسان سرچشمه میگیرد و انسان را نجس ساخته از خدا دور می‌سازد. کلام خدا واقعا نیر ثابت ساخت و به اثبات رسان که انسان در قلب خود دارای نیات بد است و نیات بد در قلب ما هست و او می از طریق اعمال بد باز در زندگی ما دیده می شه. پس ما دارای دو نوع طبیعت هستیم، یک طبیعت کهنه گناهالود، یک طبیعت جدید روحانی. و وقتی طبیعت کهنه گناهالود چه وقت با وجود آمد؟ وقتی که آدم گناه کرد و او به نسل بشری گناه انتقال پیدا کرد، به ارث ماند بر از او. همی طبیعت کهنه هم بخش از او است و طبیعت کهنه در انسان وجود داره، در کلام خدا ثابت شده. فکر انسان به خاطر این طبیعت کهنش و گناهی که به ارث برده تاریک است، نمیتون روشن فکر بکنه، در پرتو حقیقت عمل بکنه. و انسان در قلبش، روانش که ما شما داری درس خواندیم، هم نیات بد داره، در فکرش، در مغزش نیات بد داره که ای از قلب انسان باز در اعمالش دیده میشه. خب این درباره طبیعت کهنه بود. پیش میریم به کتاب مقدس به طبیعت گناهالود انسان کدام القاب را داده؟ طبیعت کهنه گناهالود و شخص کهنه و سابق. همچنان به طبیعت کهنه و گناهالود ما شخص کهنه یا شخص سابقه که در ما زیست میکرد هم در کتاب مقدس لقب داده شده است، که درباره از این ما در رومیان فصل 7 21 24 قبل از این خواندیم که در روی چی گفت. گفت که شخص جدید میخواد مطابق به کلام خدا عمل بکنه، ولی شخص کهنه که در درون ما است او چی میکنه؟ یا طبیعت کهنه که در درون ما است، هر دو لفظ استفاده شده، او میخواد که برخلاف خواست خدا عمل بکنه. و در افسسیان فصل 4 17 24 هم کمی لحظه خواندیم، ما شما دیدیم که یک شخص کهنه و طبیعت کهنه است که ما را به طرف گناه میکشانه و یک شخص جدید روحانی است که ما را به طرف خواست خدا، زندگی مورد پسند خدا میکشانه. پس ما در کتاب مقدس برای طبیعت کهنه گناهالود خود یا طبیعت گناهالود خود دو اسم داریم، طبیعت کهنه گناهالود و شخص کهنه یا شخص سابقه. کتاب مقدس تعلیم میدهد که همه انسان ها طبیعتا به خواست خود و قصدا گناهکار شدند. خب وقتی به گناه آدم هوا ما شما نگاه میکنیم، ما میبینیم که آدم هوا مطابق به خواست خود و قصدا گناه کردند، چرا که خداوند برشان گفته بود از میوه درخت خوب و بد که
مثال بود شما نخورین، ولی حوا قصدن خورد. به خاطر چی؟ به خواست خود. گفت شیطان برش گفت به شکل مار آمده بود که اگر بخوری تو خوب و بده میفهمی. پس حوا ایجا خواست که خوب و بده بفهمه و قصدن از او خورد، نه که فریب خورده باشد، نه قصدن خورد. خب شیطان می وسوسه میکنه، ولی اینا خدا را مشناختن، با خدا رابطه نزدیک داشتن، روی خداوند در اینا ساکن بود و خداوند تمام حقایق برشان گفته بود. اینا آمدن نخواستن حرف خدا را گوش بکنن و سبب غرورشان و به فکر از اینکه ما باید همه خوبی را و بدی را بفهمیم مثل خدا شیم، آمدن قصدن خوردن و در روح دیدن گناهکار شدن، نه مثل خدا شدن بلکه مثل شیطان شدن. پس امروز هم در زندگی ما و شما وقتی گناه میکنیم، وقتی ما و شما گناه میکنیم، یک گناهی را انجام میدیم، ما قصد او را میکنیم. خود بعدا شاید پشیمان شیم چرا این کار کردیم، ولی ما او کار انجام میدیم و به خواست خود انجام میدیم جایی که ما گناه میکنیم. پیش میریم، مال درباره طبیعت جدید میخوانیم، درباره طبیعت کهنه خواندیم، خواستش هم فهمیدیم. طبیعت جدید ما چیست؟ طبیعت تازه و جدید یک اصطلاح الهیاتی است که در کتاب مقدس به اسم شخص جدید یاد میشه. البته طبیعت کهنه را old nature میگن اصطلاح الهیاتیش، و طبیعت جدید را new nature میگن اصطلاح الهیاتیش در الهیات مسیحی. طبیعت تازه و جدید یک اصطلاح الهیاتی است که در کتاب مقدس به اسم شخص جدید یاد میشه. دروش طبیعت کهنه بودی یه طبیعت جدید، و دروش شخص کهنه و سابقه بودی یه شخص جدید. ای القاب برش استفاده شده بر طبیعت جدید و تازه. وقت مردم به مسیح ایمان می آورن، یعنی که توبه می کشن ایمان می آورن، آنها تولد تازه روحانی پیدا می کنن. خب این طبیعت جدید و تازه چه وقت در انسان ها ایجاد بشه؟ از پدر مادر پیدا می شن؟ نه خیر، در وقت ما طبیعت کهنه داریم. ولی وقتی که شخص به بلوغ می رسه و خدا را درک می کنه، خود را می شناسه، گناهکار است، توبه می کنه و به خدا ایمان می آره، اون وقت است که باز چی میشه؟ باز ای تولد تازه روحانی باسته خداوند به قدرت خداوند پیدا میکنه و طبیعت جدید و تازه در ای چی میشه؟ به وجود میآید. خب یوحنا 3:3 میرم، یوحنا را باز میکنم. یوحنا فصل 3:3 از آیه 1 بخونم. بسیار خوب. خب میگه یک شب یکی از روحانیون بزرگ یهود برای گفت و شنود نزد عیسی آمد، نام او نیقودیموس، ببخشید نام او نیقودیموس و از فرقه فریسی ها بود. نیقودیموس به عیسی گفت: استاد، ما روحانیون این شهر همه میدانیم شما از طرف خدا برای هدایت ما آمده اید، معجزات تا نشان میدهد خدا با شماست. عیسی جواب داد: اگر تولد تازه پیدا نکنی هرگز نمیتونی ملکوت خدا را ببینی. این که میگویم عین حقیقت است. نیقودیموس با تعجب گفت: منظورتان از تولد تازه چیست؟ چگونه امکان دارد پیرمرد مثل من به شکم مادرش بازگردد و دوباره متولد شود؟ عیسی جواب داد: آنچه میگویم عین حقیقت است. تا کسی از روح آب و روح تولد نیابد نمیتواند وارد ملکوت خدا شود. زندگی جسمانی را انسان تولید میکند، ولی زندگی روحانی را روح خدا از بالا میبخشد. پس تعجب نکو، گفتم باید تولد تازه پیدا کنی. آمین. پس امی تولد تازه که در ما شخص جدید را به وجود میاره، درباره از این مسیح در اینجا صحبت میکنم. میگه که وقتی که توبه میکشی، ایمان میاری، خداوند باز تر به شخص دوباره پس از روحن تولد میکنه، نه جسمن. میگه از پدر مادر جسمن تولد شدی، ولی از روح خداوند روحن تولد میشی و همین طبیعت جدید یا شخص جدیدی که در تو به وجود میایه، او شخص جدید روحن به واسطه روح خداوند، روح القدس، او به وجود میاد. تولد تازه روحانی پیدا میکنی و تا در وقت و تو دارای طبیعت جدید یا شخص جدید میشی. آمین. خب همچنان اگر از اول پتروس فصل 1 بخونیم، ما بازم میرم رساله اول پتروس را از عهد جدید باز میکنم. اول پتروس فصل 1 آیه 3 و 23 آیه 3 را ما بیارم. در جا بسیار واضح میگه که ما سر نو مولود شدیم، یعنی
تولد تازی روانی پیدا کردیم، طبیعت جدید تازه داریم. سپاس بر خدا باد بر خداوند که پدر خداوند ما یشوع مسیح است. او به سبب لطف بی پایان و عظیم خود ما را از سر نو مولود ساخت، از سر نو مولود ساخت و عضو خانواده خود گردان. از این رو ما اکنون با امید حیات جاوید زنده ایم، زیرا مسیح نیست پس از مرگ حیات یافت. آمین. پس ما از سر نو مولود شدیم و عضو خانواده الهی شدیم. این چیزی است که کلام خدا بر ما شما می فرماید. و همچنان اگر آیه 23 از امی را بخوانیم، از عین بخش کلام خدا را آیه 23 را می خوانم و در اینجا میگه: زیرا اگر زندگی تا از زندگی تازه برخوردار شده اید، این زندگی تازه را از والدین خود نیافته اید. چیزی که از والدین طبیعت کهنه ما بود. چی در این صورت پس از چند سبای تباه می شد. این زندگی تازه تا ابد با پابرجا خواهد ماند، زیرا از مسیح حاصل شده اید. یعنی از پیام همیشه زنده خدا برای انسان هایی. طبیعت تازه را برای ما مسیح می تد. طبیعت تازه روحانی یا تولد تازه روحانی ما پیدا می کنید. طبیعت تازه می گیرید. و همچنان اگر ما از تیتوس بخوانیم فصل 3:5، میریم به طرف رساله تیتوس، در باره موضوع بر ما روشنی میده. تیتوس فصل 3:5 بر ما میگه: و ما را نجات داد او، نه به خاطر خوبی و پاکی ما، بلکه فقط در اثر رحمت و دلسوزی که نسبت به ما داشت، ما را از گناهان ما شست و طاهر ساخت و با سیلی روح القدس به ما تولد تازه و حیات نو بخشید. ببینید یک کم آیه پیشتر شام بخوانم، میگه درباره خدا صحبت میکنه: اما زمان رسید که مهربانی و لطف نجات دهنده ما خدا آشکار شد و ما را نجات داد او، نه به خاطر خوبی و پاکی ما، بلکه فقط در اثر رحمت و دلسوزی که نسبت به ما داشت، ما را از گناهانمان شست و طاهر ساخت و به وسیله روح القدس به ما تولد تازه و حیات نو بخشید. پس ما از خود مسیح، از روح القدس، ما تولد تازه و نو را دریافت کردیم. و کسایی که تولد تازه نو روحانی پیدا میکنن، طبیعت نو دارن، اونا فرزندای روحانی خداوندام شمرده میشن. اگر ما در یوحنا فصل 1 آیه 12 بخوانیم، میبینیم که خداوند میگه هر کسی که تولد تازه نو روحانی پیدا کرده، همین شخص نو فرزند روحانی خداوند هم خوانده میشه. فصل خب آیه 12 را ما باز میکنم، در یوحنا 1:12 را بروی اسکرین میارم تا شما هم ببینیم. اوکی، ببینیم: حتی در سرزمین خود و در میان قوم خود یهودیان کسی او را نپذیرفت، اما او به تمام کسانی که با او ایمان آوردند این حق را داد که فرزندان خدا گردند. بله، فقط کافی بود با او ایمان آورند تا نجات یابند. هر کسی به مسیح ایمان آورده این حق برش داده شده، مسیح برش حق را داده که خدا فرزند روحانی خدا بداند. پس نه تنها ما تولد تازه روحانی پیدا میکنیم، به طبیعت جدید یا شخص جدید در ما ایجاد میشه، بلکه ما فرزند روحانی خداوند خوانده میشه. ما با خدا اگر ارتباط مستقیم روحانی می داشته باشیم، روحی که در ما مرده غیر فعال است و زنده میشه، با روح خدا تماس میگیره و مستک که باز با تماسی که با روح خداوند داره، رابطه‌ای که با خداوند داره، با سر اعمال ما، افکار ما، گفتار ما تاثیر میندازه، جسم و روان ما را تحت تاثیر خود قرار میده. وقتی یک شخص به خدا ایمان میآورد، خدا روح خود را در او ساکن میکنه. این نه تنها که ما تولد تازه میافیم، طبیعت تازه و در روحانی در ما تشکیل میشه، فرزند خدا خوانده میشه، خود خدا روح القدس میه در ما ساکن میشه. یعنی خدا همراه ما همیشه میباشه و در ما زندگی میکنه تا ما را هدایت کنه، تا ما را قوت و قدرت بده. این کارم خدا میکنه. خب ما از حزقیال فصل 36 آیه 26 هم از عهد جدید میخوانیم، ببینیم این قسمت کلام بر ما چی میفرماید. حزقیال فصل 36 و آیه 26 آماده است، من برای سکرین میارم تا شما هم ببینید. آمین. میگه: به شما
قلب تازه خواهم داد و روح تازه در باطن شما خواهم نهاد. دل سنگی و نامتی را شما خواهم گرفت و قلب نرم و مطیع به شما خواهم داد. به شما می قلب تازه میتم روح تازه در باطن شما خواهم نهاد. خدا درباره روح خودش صحبت میکنه که روح خود را در داخل ما می نهد. یعنی روح القدس در ما ساکن شده. پس ببینید طبیعت جدید و ما کاملا برعکس طبیعت کهنه است. ما دارای شخص جدید هستیم، دارای رابطه با خدا هستیم، فرزند روحانی خدا خوانده میشیم و همچنان روح خدا در ما ساکن است. میریم به طرف سلاید بعدی. میگه همه مسیحان از دو منفعت روحانی قدرتمند بهره مند شدند. چی منفعت ما بودیم از تولد تازه که پیدا کردیم؟ اولی که در وجود همه مسیحان روی خدا ساکن است، در آیه قبلی خواندیم، بله روی خدا در ما ساکن است، یک منفعت. دوم، همه مسیحان با وجود داشتن طبیعت کهنه گناهالود دارای قلب جدید، روی جدید و طبیعت جدید روحانی مثل مسیح هستند. خب او طبیعت کهنه هنوز هم در ما هست، ولی خدا بر ما قلب جدید، روح جدید و طبیعت جدید روحانی داده. شخص جدید روحانی در ما زندگی میکنه که طبیعت کهنه را چی میکنه؟ بالاش تاثیر گذاره، سر نمیگذاره که فعالیت بکنه. چرا که شخص جدید، این طبیعت جدید با این روح تولد تازه روحانی که ما پیدا کردیم، یعنی با خدا در ارتباط هستیم و از خدا همیشه قدرت و هدایت میگیریم تا طبیعت کهنه ما را نگذاریم که ما را وسوسه بکنه، نگذاریم که از طریق ما اعمال بد را انجام بده. اعمال وقتی میگیم و فکر و حرف همه چیز شامل میشه. خب در حقیقت خدا از مسیحان میخواهد که مثل غیر مسیحان زندگی نکنند، زیرا آنها بدون داشتن اراده آزاد بر ناپاکی و عرص و عوض دست میزنند. این حال وقتی ما مسیح هستیم، طبیعت تازه داریم، شخص جدید در ما تولد شده، تولد تازه روحانی پیدا کردیم، روح خدا در ما ساکن است، ما فرزند خدا هستیم، خدا بر ما قلب جدید داده، روح جدید داده، طبیعت جدید داده، پس واضح است که دیگه ما و شما باید مثل کسایی که خدا رو نمیشناسه زندگی نکنیم، کسایی که غیر مسیح است مثل از اونا زندگی نکنیم. چرا که اونا نه اراده آزاد دارن، اسیر گناه هستن و هر پاکی ناپاکی اونا دست میزنن، چون اسیر گناه هستن و حرص و هوس دارن. اگر ما و شما با مثل مردم دنیا زندگی بکنیم، پس طبیعت تازه جدید چی معنا داره؟ ای از سر مثلا مولود شدن چی معنا داره؟ روی خدا در ما ساکن شدن چی معنا داره؟ و ای که ما با خدا ارتباط داریم ای چی معنا داره؟ باید زندگی ما متفاوت از دیگرها باشه تا مردم میبینن بفهمند که چرا در این شخصی تغییرات مثبت وجود داره. وقتی از ما بپرسن بگیم دلیلش خود خداوند است که مرا تولد تازه روحانی داده، هر چی دارم از آن خداوند است. میریم به طرف سلاید بعدی و در سلاید بعدی میخوانیم اگرچه مسیحان دارای طبیعت گناهالود هستند، ولی مجبور نیستند که زیر اثر شخص کهنه گناهالود خود زندگی کنند. هم مسیحان میتوانند از کلام خدا بیاموزند چگونه بر رفتار و عادات گناهالود خود غلبه کنند و یک زندگی پر از روح خدا که داست روح خدا اراده شود داشته باشند. آمین. خب ما در ما طبیعت گناهالود وجود داره، اگر حقیقت است ما زیمان کر نمیشیم، ولی مجبور نیستیم زیر اثر این طبیعت گناهالود یا شخص کهنه گناهالود خود زندگی کنیم. حالا ما تولد تازه یافتیم، فرزند خدا هستیم، روح خدا در ما ساکن است، هر لحظه از مسیح میشنیم، با مسیح حرف میزنیم. نباید به طبیعت کهنه خود گوش بدیم، نه باید زیر اثر از او بریم، بلکه ما بریم به مسیح باید گوش بدیم و ما میتونیم کلام خدا رو یاد بگیریم. کلام خدا برای ما میفهمونه که چگونه می رفتار و عادات بدی که در ما وجود داره کلش میوه این طبیعت کهنه ماست و گناهی که به ارث بردیم. سر از ما غلبه کنیم و استایستایا عبادات خدا خوب بسازیم، رفتار خدا خوب بسازیم و یک زندگی داشته باشیم که پر از روی خداوند باشه و به همگی آشکار باشه که ما واقعا به خدا ایمان داریم، به خاطر زندگی ما تغییر کرد. یعنی کسی اگر مرا سابق میشناخت و امروز میشناسه باید بگه در تو تغییرات زیاد مثبت به وجود آمده. بدون از اینکه ما برش بگم من مسیح هستم، به خدای زنده ایمان دارم، باید اونا ببینن. وقتی که ببینه یک شخص خبر نباشه تو مسیحی، باید بگه که تو بسیار در زندگی تغییرات مثبت آمده، او وقت است در اعمالت، در گفتارت، در کردارت، در افکارت، باز او وقت است که من واقعا افتخار میکنم به ای که خداوند و خدا افتخار میکنم که طبیعت جدید را بر من داده، باعث شده که تغییرات مثبت را در من به وجود بیارم. و در غیر از او ما اجازه نداریم به طبیعت جدید خود، اجازه نداریم به روی خداوند که از ما کار بگیره و این مشکل خودم است. پیش میریم. خب
ما درباره طبیعت کهنه، درباره طبیعت جدید، شخص کهنه، شخص جدید صحبت کردیم و درباره خواصشون صحبت کردیم. چی است؟ فکر میکنم در این قسمت همین اندازه کافی است و آیات زیادی را خواندیم. آل عنوان جدید ما تفاوت عبارات الهیاتی گناه و گناهان. خب وقت ما الهیات مسیر مورد مطالعه قرار نبود داده بودیم، در وقت مشکل نبود اگر ما کلمه گناه و گناهان یکسان استفاده میکنیم، ولی امروز چون ما شاگرد الهیات مسیح هستیم باید که کلمه گناه و گناهان را در جایگاه مناسبش استفاده بکنیم. چرا این دو کلمه کاملا جداگانه با معنای جداگانه است؟ یعنی چی؟ گناه که از ارسی بوده، ریشه و درخت اصلی همه گناه می باشد. وقتی میگی گناه در من، منظور تی است که گناه ارسی، گناهی که از آدم به ارث بردی، اونمو گناه است که ریشه تمام گناه است، درخت گناه است و از این باز دیگه گناه سرچشمه می گیرد. پس گناه کلمهش، اصطلاح گناه در کتاب مقدس استفاده میشه به مو گناه ارسی. ولی وقتی میگی گناهان ما، میوه های درخت گناه هستند که از درخت و ریشه گناه اصلی طبیعت گناهالود ما سرچشمه میگیره. وقتی می گناهان ما، منظور تی است که در ما گناه وجود داشته و باعث به وجود آمدن گناهان شده، یعنی درخت گناه در ما وجود داشته، امروز میوه کرده، گناهان گوناگون در زندگی ما دیده میشه. پس متوجه باشین که به صفت شاگردان امی دروس الهیات مسیحی و صفت کسایی که الهیات را میخوانیم، ما شما باید کلمه گناه را در جای استفاده کنیم. وقتی میگه گناه، منظور ما هم گناه ارسی است. وقتی میگه گناهان، یعنی میوه های هم گناه. در زندگی ما گناهان گوناگون وجود داره. بله، در زندگی ما گناهان بسیار گوناگون وجود داره، ولی یک گناه وجود داره که گناه را ما به ارث بردیم از آدم و حوا و او درخت گناه است، باعث به وجود آمدن گناهان زیاد وجود داره. یک گناه ارسی در ما وجود داره و دیگه میوه های گناه خیلی زیاد است. خدا میخواد که با درخت و ریشه گناه معامله کند، نه صرف با میوه گناه. به طور مثال گناه و طبیعت گناهالود ما مانند فابریکی گناهان است و خدا میخواد که فابریکی گناهان را از بین ببرد، نه صرف محصولات آن. این حالا هدف خدا نیست ایست که با مو گناه اصلی، با مو گناه اولیه، با گناه ارسی، با طبیعت کهنه ما مجادله بکنه، او رو شکست بده، بر او غالب شد که مسیح غالب شده. نه با میوه گناه ما، مثلا دروغ ما، قتل ما، زنای ما، غیبت ما، غیره و غیره، رشوت ما، این چیزایی که ما گناهی را که ما انجام میدیم. خدا مستقیم با اونا عمل نمیکنه. خدا میخواد که ریشه گناه را از بیخ خشک بسازه. وقتی ریشه درخت خشک شد، میوه هم نمیکنه دیگه. وقتی ریشه درخت کمزور شد، میوه هم نمیکنه. درخت بسیار به سختی فعالیت میکنه. خدا کوشش میکنه ریشه گناه را در قلب هر کدام ما و شما مسیحیان مورد حمله قرار بده، میخواد او را اصلاح بکنه، ریشه گناه را از ما در ما ضعیف بسازه، غیر فعال بسازه، تا ما بتانیم افکار درست داشته باشیم و خوب فکر بکنیم. متوجه هستین؟ مثلا اگر شما بیاین، یعنی خدا میخواد گناه ارسی را امرایش معامله بکنه که او را ضعیف به ساده و بالاخره از بین ببره، که کار بر روی صلیب انجام شده اگر ما خواسته باشیم، نه با میوه های ما. من نمیگم که شما خیلی دروغ بگوین دیگه بگوین، نه، خدا نم گناه را بد میگه، ولی میگه ریشه از این گناه در کجاست. باید ریشه را خوش کرد که دیگه این گناه با وجود نبه. هرچی گناه را دور بکنی، ریشه را خوش نکنی، میوه تازه میکنه این درخت گناه. مثلا یک فابریکه که در اینجا گفته یا کارخانه که مثال داداشته، این فابریکه یا کارخانه هر روز محصول داره، محصولات را تولید میکنه. اگر ما میخواییم که محصول بد را از بین ببریم، باید فابریکه را متوقف بسازیم، فابریکه را باید از بین ببریم، در کار فابریکه باید خلل وارد بکنیم، نه اینکه محصولات را از بین ببریم. هرچی محصول از بین ببری، فابریکه و کارخانه دوباره تولید میکنه. پس به خاطر که محصول بد از بین ببری، محصولات بد از بازار جمع آوری کنی و از بین ببری، باید بری با کارخانه و فابریکه که وجود داره با اونا معامله بکنی و اونا رو متوقف بسازی، اوجا را از بین ببری. او وقت است که ما و شما میتونیم که جلوگیری بکنیم از این محصولات بعد که در بازار عرضه میشه. و همین رقم در زندگی ما اگر گناه زیاد وجود داره، او باید که ما با چیز عمیق‌تر روبرو شویم و او گناه ارسی در ما، او را باید ما اصلاح بکنیم. وقتی او را ما اصلاح کردیم، وقتی او را ما خاموش ساختیم یا متوقف ساختیم، او وقت است که باز ما و شما میتونیم در زندگی خود
آزاد مطابق به خواست خدا زندگی بکنیم، چون وقتی ریشه گناه خشک شد میوه از کجا میشه؟ آمین. پیش میریم درباره گناه و گناهان. این کار از طریق قربانی مسیح بر سر صلیب انجام شده است. بله، مسیح بر سر صلیب کار انجام داد، قیمت گناه ما را برداخت، بر سر گناه غالب شد، وقتی که از مرگ برخاست بر شیطان غالب شد، بر تاریکی غالب شد. اگر ما به مسیح ایمان داشته باشیم از این برکات بهره مند میشه. وقتی مسیح برمیگرده کاملا دیگه بازی ها را شکست میده، یعنی دیگه گناه بدی در دنیا وجود نمی داشته باشه. اشعیا 1:5 میریم یک بار از عهد قدیم هم میخوانیم. اشعیا 1:5 خب اشعیا 1:5 ما باز میکنم، میگه چرا از گناهان خود دست بر نمی دارید؟ آیا به اندازه کافی مجازات نشدید؟ ای اسرائیل، فکر و دلت تمام بیمار است. یعنی در گناه زیاد وجود داره ولی اصلا فکر دلت بیمار است. خدا با اون فکر دلت با اون نفست میخواد که معامله بکنه، از اوج گناه را برداره. فکر دلت میگه، فکر دلت چی است؟ گناهکار است. خب و ارمیا ابدا 9 را میخوانیم، بازم از عهد قدیم، آیات زیبایی در این زمینه. ارمیا 17:9 آمین، میگه هیچ چیز مانند دل انسان فریبکار و شرور نیست، کیست که از آنچه در آن میگذرد آگاه باشد. دل انسان، قلب انسان در داخل شرق طبیعت کونه او فریبکار است، کس از او آگاه نیست. خدا میخواد با او چیزی که تو آگاه نیستی در باطنت است با نفست مقابله بکنه، مبارزه بکنه، با تر قدرت به تکور شکست بدی. وقتی که شکست دادی نفست، شکست دادی بر نفست غالب شدی، اعمالت خوب میشه. پس ببین مسیحیت کار بنیادی میکنه، مثل از این نیست مثلا مثل دین اسلام هر کس دوزی کرد دست شو بر که دیگر دوزی نکنه، هر کس قتل کرد قصاص شکو که دیگر قتل نکنه. اگر این کار میشد 1400 سال از اسلام تیر شده امروز هیچ کسی دوزی نمیکرد از مسلمان ها و هیچ مسلمان هم کسی را قتل نمیکرد. ولی میبینیم که کار نشده، مگر در مسیحی ها بیبی که خداوند که وقت میای با طبیعت کهنه ما مبارزه میکنه، در این جمعه خواهی که طبیعت کهنه را ما بر سرش غالب شدیم، ببینید که در زندگی مسیحا باز همین گناهان وجود نداره. یک مسیح واقعی هیچ وقت نه قتل میکنه و نه دروغ میگه، اگر بگویه هم کدام وقت کدام گناهی سر بزنه توبه میکنه و مسیح رجوع میکنه. آمین. خب مشکل انسان تنها اعمال ظاهری و رویه و رفتار او نیست، بلکه چیز عمیق‌تر از آن است، یعنی اینکه در اصل در باطن او کی است، طبیعت حقیقی و وجودی انسان چگونه است. خدا میخواد با طبیعت گناهالود انسان معامله کند، نه صرف و میوه گناه. هیچ چیزی و کسی نمیتونه مشکل گناه انسان را حل کند، تنها صلیب مسیح راه حل است. خب پس ببینیم که خداوند میخواد با نفس و با باطن و با طبیعت کهنه ما معامله بکنه، اون بر اونا ما غالب شه، نه ای که بیای با گناه ما. وقت بله درباره گناه میفرمایید گناهتان بد است، ولی بر ما میگه که شما در با باطنتان در مبارزه باشین، در مجادله باشین و نگذارین که باطنتان، نفستان، طبیعت کهنه‌تان بر شخص جدید، بر طبیعت جدیدتان غالب شوه. این تعلیم کلام خداوند است. خب و مسیح تنها راه حل است، تنها مسیح کار کرده میتونه، هیچ کس دیگه در دنیا نمیتونه ما را کمک کنه که بر گناهان خود غالب شیم، ولی مسیح کار میتونه بکنه، چرا که بخشاینده گناه است و این راه را هم برای ما باز گذاشته. خب در اینجا این قسمت خدا میخواد با طبیعت گناهالود انسان معامله کنه، نه صرف با میوه گناه. هیچ چیز و یا کسی نه مشکل انسان را حل نمیتونه، مشکل انسان را حل کنه، تنها صلیب مسیح راه حل است. آمین. یعنی گناه را تنها خدا میتونه ببخشه، هیچ کس چیز دیگه تا شما را کمک کرده نمیتونه. و اگر مسیح در ما زندگی کند، ما با واسطه قدرت او بر طبیعت گناهالود کهنه خودش پیروز و غالب میشیم. خدا نمیخواد زندگی ما را تغییر. خب ببینین اگر واقعا ما مسیح هستیم، اگر واقعا توبه کردیم، اگر واقعا به مسیح ایمان آوردیم، روی خدا در ما ساکن است، کلام خدا را میخوانیم، مسیح هر لحظه از طریق دعا با ما صحبت میکنه. دیگه ما باید بر طبیعت گناهالود خود با قدرت و حکمت مسیح پیروز شیم.
و اگر نمیشیم پیروز و غالب نمیشیم در ایمان ما مشکل وجود داره. غلطیان 2:20 کتاب غلطیان در عهد جدید فصل 2:20 خب باز میکنیم سلاید. وقتی مسیح بر روی صلیب مصلوب شد، در حقیقت من نیز به او مصلوب شدم. پس دیگر من نیستم که زندگی میکنم، بلکه مسیح است که در من زندگی میکند. و این زندگی واقعی که اینک در این بدن دارم نتیجه ایمان من به فرزند خداست که مرا محبت نمود و خود را برای من فدا ساخت. برادر و خواهر عزیز، پس ما شما میبینیم که ما تنها به واسطه قدرت مسیح بر طبیعت گناهالود پیروز میشیم و بر ببخشید ما با واسطه قدرت خود بر طبیعت گناهالود پیروز میشیم، بر روزو غالب میشیم. متوجه هستین؟ پس زندگی یک مسیح با غیر مسیح باید فرق داشته باشه. ما باید که مبارزه ما اول با نفس ما باشه، و وقت نفس خود را اصلاح کردیم، باز اعمال و کردار و گفتار ما آهسته آهسته اصلاح شده میره. خدا نمیخواد که زندگی ما را تغییر تبدیل کند، بلکه او را میخواد آن را با زندگی خود تبادله کند. یعنی ما باید در مسیح بمیریم تا روحاً از روی خدا دوباره تولد شویم. یعنی خدا نمیگه که خب یک نوع زندگی بر داد مال یک نوع دیگه شم میدم. خدا میگه نه، بر تو من زندگی دارم، تو را من خلق کردم، از روی خود در تو دماندم، از دم خود شما را خلق کردم، ما بر تان زندگی دارم، سرچشمه زندگی تان من بودم. شما آمدین این زندگی را به یک زندگی گناهالود تبدیل کردین. حالا دوباره من میخوایم که این زندگی گناهالود از شما دور کنم و زندگی خود جایگزین کنم. یعنی ما در ابتدا تاست خدا از دم خدا خلق شدیم، با واسطه روی خدا خلق شدیم، موجود به اسم آدم به دنیا آمدیم از روی خدا که ما را از خاک خلق کرد. ولی می خدا میگه که امروز شما گناهکار هستین، بعد از شما گناه کردین، گناهکار هستین، در گناه بسیار خیلی زیاد رشد کردین. پس راه حل چیست؟ راه حل ایست که چون ما تولد تازه روحانی امروز پیدا کردیم، چون ما امروز به خدا ایمان داریم، چون ما دوباره پس هم خدایی که ما را از دم خود خلق کرده بود، روح حیات در ما دمانده بود، ما خدا را امروز میشناسیم. اونم خدا میگه، من امروز میگه که من زندگی گناهتون از شما میگیرم، در جای پس هم زندگی مقدس کامل خود را بر شما میده. این کار خداوند است. نه که بگه او این زندگی انسانی کار تا نامد زندگی دیگه بر تا. نه، میگه خداوند میخواد با زندگی خود رو تبادله کنه. چرا در ابتدا روح حیات خدا در ما دمانده بود، ولی ما خدا مربوط با مرگ ابدی کردیم، که ما محکوم با مرگ روحانی شدیم، مرگ جسمانی شدیم، مرگ ابدی شدیم. وقت خدا ما تولد تازه روحانی میده، از روح خود بر ما یک تولد تازه میده، با قدرت روح خود ما را در داخل شخص جدید را، طبیعت جدید را در ما ایجاد میکنه، روح مرده ما را زنده میسازه. خود خدا این کار را میکنه. یعنی خدا میایه چیزی را میگیره و به جای او حیات خود را بر ما میده. آمین. باید متوجه ازی باشیم. پیش میریم به طرف سلاید بعدی. و در سلاید بعدی ما موضوع ما کاملا تغییر میکنه. خب تا ما درباره موضوع ازی که تفاوت عبارات الهیاتی گناه و گناهان خواندیم. گناه چی را میگه؟ گناهی که ارث بردیم از آدم هوا. گناهان یعنی این گناه یک درخت است، اما گناه ریشه است، و از اون گناهان دیگه که اعمال ماست، افکار ماست، نیات ماست، فکرهای ماست و حرفهای ماست، از اون سرچشمه میگیره که هم از اون گناهان از اون است. مثلا من مثال میتیم، طبیعت گناهالود ما اینمی عبیدی است که هنوز به مسیح ایمان نیاورده و توبه نکشید. این طبیعت داره، طبیعت گناهالود هستم، کارهای بسیار بد را انجام میده. وقتی به مسیح ایمان آوردم، از گناهیم توبه کشیدم، ما دیگه آهسته آهسته میایم به قدرت خداوند، گناه بد خود را، عادات بد خود را ترک میکنیم، میخوایم مثل مسیح شده برم. آمین. خب میریم به طرف سلاید جدید. و در سلاید جدید ما گفتیم که موضوع ازی است که چگونه میتوانیم بر گناه ها و وسوسه های خود غالب شیم. این حال ما چگونه میتونیم بر گناه غالب شیم؟ قسم گفتیم با وجود موجودیت طبیعت کهنه گناهالو در یک مسیح نیاز نداره زیر تاثیر آن زندگی کند، بلکه او میتواند با کمک مسیح یک زندگی پیروزمندانه داشته باشد.
طبیعت کنه در ما است، یک حقیقت است، یک واقعیت است، ولی ما نیاز نداریم که در زیر تاثیر زندگی کنیم. چرا؟ چیز قوی تر از او که طبیعت جدید و شخص جدید است در بر ما خداوند داده، تولد تازه روحانی یافتیم. از او که چیز بزرگتر است که خود روح القدس در ما ساکن است و کلام خدا در خدمت ما قرار داره. پس ما چی نیاز داریم که بریم زیر تاثیر یک چیز ضعیف که طبیعت گناهالود ماست؟ ولی کلام خدا میگه که مثل یک شیر قرآن است و شیطان هم مثل شیر قرآن است و آمده منتظر است، ولی نگذاریم که این انتظار شیطان و طبیعت گناهالود ما با پایان برسه و ما تمیع از شیم. نه، بلکه ما باید که همیشه برای خدا گوش بدیم، همیشه شخص جدید خدا برش فرصت بدیم و قدرت خدا از خدا قدرت بگیریم تا به شخص جدید ما بتانه خوبتر با نیرو و توانایی در ما زندگی کنه. چگونه میتونیم این کار انجام بدیم؟ همین کار ما چطور میتونیم انجام بدیم که گناه نکنیم و روز در روز زندگی ما شبیه مسیح شد؟ برای داشتن یک زندگی مورد پسند خدا پلان گذاری کنیم. چهار مهم است ما پلان گذاری کنیم، یعنی من دعا میکنم، من امروز کلام خدا میخوانم، من امروز این خدمت را میکنم، یا هر آن چیزی که است. ما باید پلان گذاری بکنیم که چگونه میتونیم از زندگی مورد پسند خدا داشته باشیم. وقتی یک زندگی که در او پلان گذاری نباشه که خوب برو میشه یا این و آن، او زندگی نمیتونه به جایی برسه. بلکه ما پلان های باید در نزد خود داشته باشیم که من میخوایم کلام خدا را یاد بگیرم، من میخوایم که سرینی عادت بعد خود کار بکنم، من میخوایم که هر روز زندگیم شبیه خداوند شوه. برای این ما باید پلان داشته باشیم. خود به خود یک کار صورت نمیگیره. خدا میگه شما باید پلان گذاری بکنید. کلام خدا را باید هر روز بخونیم تا مغز افکار ما تازه شد. کلام خدا را در سابق مردم میخواندن مطابق به حال احوالشان و درکشان و اون اندازه خود درک میکنن. ما تو امروز میخوانیم، درک ما بیشتر از اونا میباشه. پس ما کلام خدا را باید بخونیم تا درک درست از کلام خدا داشته باشیم. کلام خدا را فراموش نکنیم. کلام خدا در زندگی ما کم رنگ نشه. این ما را کمک میکنه که یک زندگی روحانی داشته باشیم و آماده شیم برای از اینکه نفس خود را زیر تاثیر بگیریم، نه اینکه ما زیر تاثیر نفس خود بریم. از افسیان فصل 5 میخوانم. افسیان فصل 5 فصل 5 آیه 23. آیه 23 را میخوانیم از افسسیان. بنابراین تکرار میکنم، شوهر باید همسر خود را مانند وجود خود دوست داشت بدارد و زن نیز باید با اطاعت از شوهر خود او را احترام نماید. ببینیم که افسسیان فصل 5 بود آیه 10 ما فکر میکنم که بله، افسسیان فصل 5 آیه 10 را میخوانیم، آیه 23 نیز. بسیار زیاد میخوانیم آیه 10 ما گفتم که کم بی ربط شد. خب در اینجا چی میگه؟ ما گفتیم ما مطابق با خواست خدا زندگی کنیم. میگه بکوشید تا دریابید چی چیزای خداوند را خوشنود میسازد. در کارهای پوچ شرارت و تاریکی شرکت نکنید، بلکه بگذارید نور شما بر آنها بتابد تا زشتی آنها بر همگان آشکار شود. آمین. پس در اینجا ما شما میبینیم برادرها و خواهرای عزیز که ما باید چی کنیم برای داشتن یک زندگی مورد پسند خدا پلان گذاری کنیم. بکوشین، کلام خدا میگه کوشش کنین که شما بتونید مطابق با خواست خدا چی کنیم زندگی بکنیم. یعنی باید بگویم خوب من سرینی اعمال و بعد خود کار میکنم، من این قسمت زندگی خود رشد میتم، ایمان خود رشد میتم، کلام خدا میخوانم، در کلیسا میرم، موعظه میکنم، در صرف مطالعه کتاب مقدس اشتراک میکنم، خدمات عملی میکنم، بشارت میتم، در شام خدا اشتراک میکنم، غیره و غیره. باید برای این پلان گذاری کرده باشیم. ما شما دوم کلام خدا را باید میگه روزه ما شما بخونیم. اگر از این افسسیان فصل 3 را بخونیم، برای ما میگه افسسیان فصل 3 و آیه 16 بر ما میگه، فصل 3 آیه 16 را من میکشم، بر ما میگه که اوکی، میگه من از او میخوام تا سبب کرامت بی حد خود باطن شما را با روی خود نیرومند و توانا سازد. این کار چوق میشه؟ تاست کلام خدا میشه. وقتی کلام خدا را میخوانی، باطن ما را با روی خود نیرومند توانا میکنه و اون شخص کونه ما ضعیف میشه، شخص جدید ما قوی میشه. و اگر ما 4 رو بخونیم، افسسیان 4:23 رو با هم یک جا بخونیم، در اینجا میبینیم که کلام خدا در این باره چی میفرماید. 4:23 میگه فکر و ذهن شما باید روز به روز تغییر کنه و به سوی کمال پیش رود. چگونه تغییر کنه؟ باید مطابق به وقتی میگه شبیه خدا شوه، شبیه مسیح شوه. مسیح از کجا میشناسی؟
در آسمان خونشته نیست مسیح چگونه بود، در کلامش نشته است. پس کلامش را بخوانیم ببینیم چگونه شبیه مسیح شیم، چگونه فکر و ذهن ما شبیه مسیح شود. پس در اینجا ما شما ببینیم که ما چگونه میتونیم بر وسوسه غالب شویم، ما یک زندگی پیروزمندانه داشته باشیم. اولی که پلانگذاری داشته باشیم بر امورات روحانی و دوم باید هر روزه کلام خدا را بخوانیم. پیش میریم دیگه. سیومی که خود را در مقابل طبیعت گناهالود خود مرده و در شخص جدید خود زنده بدانیم. طبیعت گناهالود در ماست، ای تو غیر فعال باشید مطرح نیستی برای ما، ولی شخص زنده ما، طبیعت نو ما را باید همیشه رشد بتیم، ارتقا بتیم، کوشش بکنیم همیشه نیرومند و قدرتمندی را نگه داریم تا ما بر وسوسه و گناه غالب شویم. متوجه است رومیان 6:11 در این قسمت میفرمایم، میرم از رساله رومیان میخوانم. رومیان آیات بسیار زیباست، باید همیشه خوان. رومیان فصل 6 آیه 11 بر ما میگه که یک آیه را میخوانم، ما بیارم بر ریسکرین تا شما هم ببینید دوست عزیز. و آیه 11 میگه به همین ترتیب شما هم طبیعت کهنه و گناهکار خود را برای گناه مرده بدانید، هم با وسیله عیسی مسیح خود را برای خدا زنده تصور کنید. اینی کار است. اگر تو پشت نفست بگردی، علاقمند نفست باشی، علاقمند طبیعت کهنیت باشی، تو نمیتونی بر وسوسه و گناه غالب شی. ولی اگر او را تو مرده بدانی، بگی چی کار دارم با او، من توبه کشیدم یک بار از طبیعت کهنه، توبه کشیدم از گناه و گناهان خود، خداوندا حال شخص جدید مرا قدرتمند بساز در تا او زندگی مرا پیش بره. این کار را باید بکنیم. 4، هر روز بدن خود را برای خدمت خدا مورد استفاده قرار دهیم. همیشه باید ما آماده باشیم خداوند را خدمت بکنیم. این بسیار مهم است، یعنی ما آماده خدمت خدا باشیم. میریم به طرف رومیان را باز میکنم. رومیان در عهد جدید است، کتاب بسیار زیبایی است که شما میتونید بخوانید. خب ما میریم به طرف رومیان فصل 13:3 است، فصل 13:3 را باز میکنیم، ما هم یک جا میخوانیم. ما آماده می سازم فصل 13:3 آیه 3 اینه. در اینجا ما شما می بینیم میگه که آنان که اعمالشان درست است از ماموران دولت راست ندارن، اما افراد خطاکار و نادرست همیشه از آنان می ترسد. پس اگر می خواهی در ترس و دلهره بسر نبری، قوانین را اطاعت کن و آسوده باش. موجود به معنی چیست که هر روز ما باید آماده باشیم، یکی برای خدمت خدا. خدا را ما چگونه خدمت بکنیم؟ یعنی باید که ما مطابق به پسند خدا عمل بکنیم، قلب ما آماده باشه، روان ما آماده باشه، خود ما آماده باشیم که بیاییم، شخص جدید ما آماده باشه که خواست خدا را بخواه، مورد استفاده خدا قرار بگیریم. پنجم میشه که همیشه دعا کنیم، از روی خدا بخوایم که همیشه در ما ساکن باشد، ما را قوت ببخشد، هدایت بکند. دعا خیلی مهم است. کلام میخوندی در اینجا میگه دعا باید همیشه بکنیم. مسیح به این خاطر است بگم همیشه شما دعا بکنید. وقتی مسیح از ما خواسته که همیشه دعا بکنیم، هدفش این بوده که ما همیشه در برای خدا در ارتباط باشیم و از خدا بخوایم که روحش همیشه در ما ساکن باشه و ما را قدرت بده، برای ما سس بینش و بینایی ما را زیاد بکنه از نگاه روحانی تا گناه را ما بتانیم که بشناسیم، تفکیک بکنیم و همچنان قدرت بده تا بتانیم مطابق به خواست مسیح زندگی بکنیم. لوقا 11:3 میرم از لوقا میخوانم. لوقا فصل 11 آیه 13 ببخشید برای اسکرین میارم تا شما هم ببینیم. اوکی، ببینید در اینجا چی میگه. میگه پس اگر شما اشخاص گناهکار میدانید که باید چیزهای خوب را به فرزندانتان بدهید، چقدر بیشتر پدر آسمانی شما میداند که باید روح القدس را به آنان که از او درخواست میکنند ارزانی دارد. روح القدس در ما ساکن هست، ولی هر لحظه باید از روح القدس بخوایم که روح القدس که در من ساکن هستی در من باش، تو مهمان من هستی، بلکه تو مهمان نه که بلکه تو صاحب قلب من هستی و اداره بکن مرا، کنترل بکن بر من، هدایت بده مرا، راهنمایی کو با من، حکمت بده، قدرت بده، نیرو بده. این کارا باید بکنیم. و رومیان 8:14 بریم به طرف رساله رومیان 8:14 در اینجا میبینیم. رومیان 8:14 بر ما میگه، برای اسکرین میارم، آماده کردم. 14 بر ما میگه که زیرا
تمام کسانی که از روی خدا پیروی میکنن فرزندان خداستند، باید هر لحظه پیروی بکنیم و هر لحظه بخوایم که رول خودش از ما کار بگیر، رول خودش شکر گذاره که در ما ساکن هستی، باش در ما ساکن باش، حتی با سبب گناه ما را ترک نکو، بلکه به ما قدرت توبه بده و رجوع با فیض. آمین. شش، با مسیح همیشه مشارکت داشته باشیم، از مسیح دور نشیم. وقتی از مسیح دور میشیم باز اونموز شیطان در ما خوب خانه میکنه و هیچ کار از ما ساخته نمی باشه. اول رساله اول یوحنا فصل 2 آیه 6 را بر روی اسکرین میارم با شما شریک میسازم. رجوع میگه چی؟ کسی که ادعا میکند مسیح است باید ما با مانند مسیح زندگی کند. باید ما مثل مسیح باشیم، مانند مسیح باشیم. چگونه مانند مسیح میشی که مسیر تو ازش دور شوی؟ و باید مسیر هر لحظه ببینی، یعنی کلامش بخونی، دعا بکنی، باش رابطه داشته باشی. و همچنان امی اول یوحنا فصل 3 آیه 6 هم بر ما میفرمای. فصل 3 آیه 6 با ما میگه، من ای آیه را میارم در یه بر ما چی میگه؟ پس اگر همواره با مسیح رابطه نزدیک داشته باشیم در گناه زندگی نخواهیم کرد. اگر کسی در گناه زندگی میکند علتش این است که هرگز با او رابطه نداشته، او را نشناخته است. آمین. پس برادر و خواهرای عزیز، اگر به واقع ما شما که بر گناه خود غالب شیم، چند کار باید انجام بدیم؟ اول بر زندگی روحانی خود پلانگذاری داشته باشیم که ما چگونه و مثلا میخوایم مطابق به خواست مسیح عمل بکنیم و کدام قسمت های زندگی خود را باید رشد بدیم، کدام قسمت ها را باید از خود دور بکنیم، کدام عادات را باید از خود دور بکنیم. دوم، کلام خدا را هر روز بخونیم، به خاطر که همراه خداوند ما باید در تماس باشیم، از طریق کلامش و یاد بگیریم و بیاموزیم چگونه در زندگی خود عمل بکنیم. خود را باید در مقابل طبیعت گناهالود خود مرده، در مقابل شخص جدید خود زنده بدانیم، یعنی طبیعت گناهالود بر شرزش قائل نشیم، برای شخص جدید خود کار بکنیم که مطابق به خواست مسیح عمل بکنیم. هر روز باید بدن خود را برای خدمت خدا آماده بسازیم، خدا از ما کار بگیره. همیشه باید دعا بکنیم، چرا که دعا از خدا میشنوی و میگی و این تاثیر خود را داره و با ما قدرت میده. همیشه با مسیح مشارکت داشته باشیم، از مسیح دور نریم. چی از مشارکت است، جلسات عبادت است، ستایش است، پرستش است، خواندن کلام است، هر آن چیزی که مشارکت ما را در مسیح نشان میده، در زندگی انفرادی و دستجمعی با جمع ایمانداران. پیش میریم به طرف سلاید بعدی. پس چگونه بر وسوسه ها غالب شویم؟ بر گناه غالب شدن شش کار باید انجام بدیم. بر از اینکه بر وسوسه های خود غالب شویم، اول با خدا رابطه نزدیک داشته باشیم، از طریق دعا، مطالعه کلام خدا، مشارکت با مسیحان و بشارت. چیزایی که مهم است، دعا باید بکنی، دعا تو را کمک میکنه، قدرت میده بر وسوسه ها غالب شوی. کلام خدا را میخونی، از خدا حکمت میگیری تا بر وسوسه ها غالب شوی. وقتی با مسیحان مشارکت داری، از اونها میآموزی و با اونا حساب ده می باشی، کمک میکنه از وسوسه ها تو دور باشی. و بشارت چه وقت میتی؟ بشارت وقتی که بشارت میتی، تو خودت نماینده مسیح هستی، به نزد دیگران میری، کلام خدا رو برشان میرسانی و در اینجا تو نماینده خداستی و شاید چگونه میتونی زیر وسوسه شیطان قرار بگیری؟ پس این کار اول. دوم، همیشه این حقیقت را به یاد داشته باشیم که دارای طبیعت گناهالود هستیم. اگر این حقیقت را قبول نکنیم، خود را فریب میدهیم. این بسیار مهم است. اگر بگویم که نه دیگه، ما یک شخص حالا مقدس هستم، بسیار روحانی هستم و گناه چیز، شیطان چیز، ارواح پلی چیز که مرا وسوسه کنه، خود را فریب میدیم. بگویم طبیعت گناهالود مثل شیر قرآن، شیطان و ارواح پلی منتظر ما هستند، پس ما باید که همیشه آماده باشیم که بر علیه اونا مبارزه بکنم و همیشه اونا رو باید سرکوب بکنم در درون خود. اول یوحنا را میخوانیم فصل 1 آیه 7، بسیار 7 تا 8 آیت های بسیار زیبایی هست. میرم به طرف اول یوحنا، ما آیت را آماده میسازم، با شما شریک میسازم. آیه 7 و 8 در اینجا میگه، خب میگه که اگر ما نیز مانند مسیح در نور و حضور خدا زندگی میکنیم، آنگاه با یکدیگر رابطه نزدیک داریم و خون عیسی فرزند خدا ما را از هر گناه پاک میسازد. اگر بگوییم گناهی نداریم، خود را فریب میدیم و از حقیقت گریزانیم. اما اگر گناهان خود را با اعتراف نماییم، می توانیم اطمینان داشته باشیم که او ما را می بخشد و از هر ناراستی پاک می سازد. این کار خدا کاملا منصفانه و درست است، زیرا عیسی مسیح برای شستن پاک کردن گناهان ما جان خود را فدا کرده است. اگر ادعا کنیم که گناهی از ما سر نزده است، دروغ می گوییم و خدا را نیز دروغگو می شماریم، زیرا خدا می فرماید که ما گناهکاریم. آمین. و در اینجا خب ما دیدیم که چگونه ما میتونیم بر وسوسه های خود
غالب شویم. پوینت سیومش در صدد تقویت بخشای ضعیف خود باشیم. آنها را شناسایی کنیم و چیزایی که ما را مورد شکار و هدف خود قرار میدهند دوری کنیم. بیبی کدام جای زندگی، کدام بخشای زندگی ضعیف است که زود مورد وسوسه قرار میگیره؟ شیطان از استفاده میکنه، روی پلی در اوج نفوذ میکنه. او را شناسایی بکنیم و بیم سرش کار بکنیم و تقویه بکنیم، قوی بسازیم. و تا مورد چیزایی که ما را مورد شکار و هدف قرار میده از اونها دوری بکنیم. مثلا ما بسیار پول پرست اگر باشم، بیم سر از کار بکنم که همین پول پرستی خود را از بین ببرم و علاقه مندیم نسبت به ملکوت خداوند، به میراثی که از خداوند برای ما میمانه، گنج آسمانی خداوند، برای بیشتر دلبند باشم، علاقه مند باشم. و چیزایی که مرا وسوسه میکنه، چیزایی که مرا مورد شکار هدف خود میکنه از او دوری بکنم. مثلا در وقت در کلیسا هستم، در امور پولی کلیسا زیادتر ما دخالت نکنم، به خاطر از اینکه ما یه پوینت ضعیف، نقطه ضعیف دارم، میشه که باز ما اون پولا را حیف و میل بکنم. همین رقم مثلا در هر قسمت زندگی ما که ما یک ضعف داریم، ضعف روحانی داریم، در اونجا ما باید سرشول کار بکنیم و چیزایی که برای ما را وسوسه میکنه، جذب میکنه، از اون ما دوری بکنیم. مثلا یک نفر از بیماری شکر داره، از کلچه و بقیه چیزایی که شیرین است، کیک و غیره و غیره، این میخواد دوری بکنه، نمیخواد تا نزدیک از بره. میگه نشک برم باز یک دانه بخورم با من چی کنه؟ تاوان بکنه. پس متوجه ازی باید ما شما باشیم. خب چگونه بر وسوسه غالب میشیم؟ از طریقی که دعا بکنیم، کلام خدا را بخونیم، با مسیح مشارکت داشته باشیم، با مسیح بیاز داریم و بشارت بدیم. این ما را کمک میکنه. همیشه باید به یاد داشته باشیم طبیعت گناهالود در ما منتظر است که چه از ما سوء استفاده بکنه، ما را وسوسه بکنه، گناه بکنیم. باید که خدا فریب نتیم، نگوییم که نه دیگه طبیعت گناهالود یعنی چی. نه، باید ما آماده باشیم و دیگه در صدد تقویت بخشای ضعیف خود باشیم و چیزایی که ما را مورد هدف شکار قرار میده، ما را جذب میکنه که با نقطه های ضعیف ما به طرف از کشانده شه، از این باید که ما دوری بکنیم. میریم به طرف سلاید بعدی و در سلاید بعدی میبینیم که بازم گفته چگونه بر وسوسه ها غالب شیم. پوینت چهارمش، با یک دوست مسیحی خود حسابده باشیم درباره بخشای زندگی ما که به آسانی مورد وسوسه قرار میگیرند. با یک شخص قابل اعتماد، پر از روح و مطمئن به طور دامدار حسابده باشیم. قبل از یک سری صحبت بکنم، به هر کس شما حسابده نباشین، به هر کس رازهایتان را نگوین، به هر کس نبین دهان باز نکنین. چرا که کلام خدا میگه کس قابل اعتماد باشه، پر از روح باشه و مطمئن باشه شما برین بگوین، تا او کمکتان کنه. دگش خواست باز چی میکنه؟ شما سوء استفاده میکنه. دگش خواست بر علیه شما زو استفاده میکنه، از نقطه های ضعیفتان، از رمزها و رازهایتان سوء استفاده میکنه. پس ما یک دوست مسیح خوب داشته باشیم که مطمئن باشه، پر از روح باشه و بیم امرای از او باز ما روزای خود شریک بسازیم، به هدف از اینکه او ما را کمک کنه، بر ما دعا بکنه، بر ما مشوره بده. البته دوست ما از ما که در روحانی تر باشه خوبتر است. پس ما این کار را باید انجام بدیم. اگر ما بگیم نه، به هیچ کس نمیگم، نمیخوایم بر کس حسابده باشم، وقت ما میمانیم نفس ما، شخص جدید ما، شخص کنه ما، چون بر کس دیگه ما با مسیح حسابده هستیم، باز مسیر فراموش میکنیم. ولی اگر دوست ما باشه میگه برادر دیدی که گفتی که یک عادت بد دارم، دروغ میگم، همی عادت تنوز هم ادامه پیدا کرده، او بر ما گوش زد میکنه، ما از یاد میگیریم. اگر تنها خود ما باشه میگه نه دیگه دروغ نمیگیم، متوجه هستین؟ یا ایست که او بر ما یاد میده و کمک ما میکنه که چگونه از دروغ دست بکشیم. یا از ما میپرسه که چطور است، یا تا کجا پیشرفت کردی، های دروغایت کم شده یا نه. خب پس دیدیم که چگونه بر وسوسه، بر گناه غالب شیم، بر وسوسه غالب شیم. حال سخن چند با کششان داریم. کششان چگونه میتونن که بر وسوسه ها غالب شوند؟ گفتیم کشش میتونه بیشتر کلیسا را به طرف گناه بکشانه. پس زندگی کشش مهمتر است، مو مسئولیتش بیشتر است، حساب دیز بیشتر. پس یک کشش چگونه میتونه؟ اول با کششان دیگر رابطه نزدیک داشته باشد، خصوصا از طریق کنفرانس ها، سمینارها، جلسات، ترنینگ ها و غیره. می تواند از همدیگر بیاموزند و همدیگر را تشویق کنند. یک کشش باید که با کشهای دیگر رابطه داشته باشه، برای در کنفرانس یاد بگیره، طرز زندگی دیگر کشش را ببینه، در سمینارها، در جلسه ها، در تریننگ ها رابطه نزدیک داشته باشه با دیگر کششان، تا از اونا بیاموزه، با اونا بتانه بسیار با اطمینان شریک بسازه مشکلات را که داره، و همچنان تشویق شه و دیگرها را تشویق بکنه.
این وقت زیر وسوسه قرار نمیگیره، دیگر ها کمکش میکنه، کشای دیگر کمکش میکنه، هرچی که ارتباط باشی با مردان خدا اونقدر تو از وسوسه ها در امان میمونی. میریم به طرف سلاید بعدی، ببینیم دیگه چی کارا بکنه. باید یک کشش اول، دومش باید با کسانی دوستی کنیم که از روی خدا پر باشن، مورد اعتماد باشن، باعث تشویق شن از هم دیگر بیاموزن. کشش کارش معجزه است، تعلیم است، حتی بشارت میتر رابط اجتماعی خود با غیر مسیح هم داره، ولی دوستی کسی که رابطه وقت هم رایش سپری میکنی، وقت کسی که دوست نزدیک خود را میپنداری و کسی باشه که مسیحی باشه، از روی خدا پر باشه، مورد اعتماد باشه، باعث تشویق باشه و کسی باشه که از تو بیاموزی، کسی نباشه که همیشه تر بیاید مثلا دل سرد بسازه، ناامید بسازه، کسی نباشه که بیای حرفای تر بشنوه اعتماد نتانی سرش کرده برای حرفای تر به دیگرها بگه، کسی نباشه که تر برای بد بکشن، از روی خدا پر باشه، همچی یک شخص را باید داشته باشه. سیوم، متوجه سی وسوسه بزرگ باید یک کشش باشه. رابط ناسالم و نامناسب با خانما، معامله با پول، مسائل عقیدتی و الهیاتی، مصالحه با تعلیم اشتباه. این سه چیز به زودی بسیار با آسانی یک کشش را به طرف گناه میکشانه و وسوسهش میکنه. رابط ناسالم اگر با خانما در داخل بیرون کلیسا داشته باشیم، اونموس که بسیار اگر متوجه از این گپ نباشیم با آسانی کشانده میشیم، بالاخره بدنام میشیم غیره و غیره. دوم، مطالبه با پول، بسیار معامله با پول، یعنی ما اگر میشه که پول شیرین است، ما اگر با پول معامله میکنیم در داخل کلیسا، امور مالیاتی را بخشید پولی را به دست خود میگیریم، امکان داره یک چیز حیف و میل بکنیم و بالاخره دزدی بکنیم و غیره و غیره. و همچنان در قسمت تعلیم نشه که به خاطر خواست خود، خواست دیگر را، باش که مردم مرا دوست داشته باشند، باش که مردم به کلیسای ما بیان، تعلیم اشتباه بتیم یا تعلیم اشتباه دیگر را ما بیایم تعقیب بکنیم به خاطر که از اون یک منفعت داشته باشیم یا به خاطر شهرت پیدا کنیم، کلیسای ما کلان شو غیره و غیره. و وسوسه های اخلاقی عمیق، کدام وسوسه هاست؟ همین اینا ما تشریح میکنیم در اینجا. وسوسه های اخلاقی، با خانم ها تنها ملاقات نکنیم. این یک چیز است کلام خدا برای ما یاد میده. وسوسه های پولی و مادیاتی کدام است؟ بگذاریم دیگران با مسائل پولی معامله کنند، نه ما. بگذاریم دیگران کارها را پیش برد. خطاهای الهیاتی و عقیدتی، با کلیساها، کششان و خدمات مسیح که شما را دستگذاری و ایام تجهیز کردن در ارتباط باشیم که ببینیم تعلیم مطابق با مو تعلیم است که گرفتیم. مگر یک چیز ناسالم به دیگران تعلیم بتم، امو کششایی که هم سنفی های ما هستن، امو کششایی که خدماتی که با اونا ما هستیم، کسایی که ما را دستگذاری کردن، تجهیز کردن، ترینینگ دادن، آموزش دادن، اونا باز ما را اصلاح میکنن. این بسیار مهم است. و دیگه چیز که از غرور، چهارم از غرور و تکبر و خودستایی و عدم اتحاد و چند دستگی دور باشیم. خودستایی است. خب غرور نکنه کشش، خودستا نباشه که ما بسیار اگه آدم، و از عدم اتحاد که در بین مردم نفاق را باوجود بیاره و چند دستگی را باوجود بیاره، از این چیزا باید ما دور باشیم، در داخل کلیسا، بیرون از کلیسا، در بین کلیسا. پس ما و شما دیدیم که چگونه میتونیم بر وسوسه ها و گناه ها ما غالب شویم و همچنان یک کشش باید چی کنه که از وسوسه ها دور باشه. خب برادرها و خواهرها عزیز، ما و شما درس 65 را که بخش ششم مضمون گناه بود را با هم یک جا خواندیم و من خودم بسیار چیزای زیادی از این درس یاد گرفتم و بعض چیزایی بود تکرار شد به یادم آمد دوباره. خدا را شکرگزار هستم به خاطر ازی و هستیم درس ها را ادامه میتیم با هم یک جا تا درس 66 که بازم با یک موضوع جدید از همین مضمون گناهشناسی در خدمت شما قرار میگیریم. البته بخش هفتم مضمون گناهشناسی همه شما را به خدای زنده و حقی میسپارم. هفته بسیار خوب و خوش، روزای بسیار خوب و خوش و سالم داشته باشین. بیاین که ما و شما در قسمت دعا کردن، خواندن کلام خداوند، مشارکت با مسیح و مسیحیان، بشارت دادن و ای که همیشه آماده خدمت بودن کوشا باشیم و نمونه و مثال برای دیگران باشیم. خداوند هم شما را برکت بده. درس ما در اینجا به پایان میرسه. مسیح خداوند، یشوع مسیح، یار و مددگارتان باشه. آمین و تا دیدار بعدی شما را به مسیح مسپارم.